در خدمت شما جان هستیم در وادی بسیار سرسبز غدیرخم، محلی که برای تفریح از قدیم الایام این منطقه استفاده میشد. کاروان ها و قافله های تجارتی و زیارتی که به سمت مدینه حرکت میکردن یا به سمت شام حرکت میکردن برای استراحت در این مکان سرسبز پر از آب و علف اتراق میکردن، نهار صرف میکردن، شام صرف میکردن و صبحانه و نماز و استراحتگاه زیبایی است. حتی امروزه انسان لذت میبره از این که برای گردش و تفریحی هم که شده به این مکان بیاد، مکان بسیار سرسبز و پر از آب و علف، مکانی که تا به امروز در رسانه های ایران میشنیدیم که صحرای بیابان برهوت بی آب و علف و گرم و سوزانی که مردم توان و رمق ایستادن را نداشتن، میبینیم که برخلاف همه تصورها محیطی است پر از آب و پر از سرسبزی که واقعا انسان احساس شادابی و تراوت میکنه که در این مکان بیسته و از طبیعت زیبای این مکان استفاده ببره. اینجاست که وقتی ما میایم به طبیعت ها، در چنین مکانی بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم تنها با حجاج مدینه، چون ما وقتی این پشت سر بنده مکه است و ما با اتومبیل از مکه اومدیم و مسیر انحرافی در غدیر خم آمدیم و اتراق کردیم و این فضای بسیار سرسبز آمدیم برای اینکه گزارش زنده خدمت شما عزیزان بیننده تهیه کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گزارش خیلی ساده غدیر خم در عرض چند دقیقه خدمت شما عزیزان بیان خواهیم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه مکه فتح شد، دستور به ادای حج از سوی الله نازل شد و رسول خدا بایستی حج خانه خدا را به جا می آورد. حج خانه خدا که به جای آورد، در روز عرفه خطبه زیبای ارائه فرمودند، خطبه ای که بیانگر حقوق انسان ها بود، حقوق زنان بود و یک سری مباحث اقتصادی دیگری نیست در روز عرفه بیان فرمودند و سپس آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در روز عرفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به هیچ احدی، به هیچ انسانی استناد اشاره نکردند، نه به ابوبکر، نه به عمر، نه به عثمان، نه به علی، نه به حسن، نه به حسین و نه به حضرت فاطمه رضی الله عنها. حادثه ای که قبل از اون پیش آمده بود جالب به اشاره خیلی کوتاهی داشته باشیم، اون همین که حضرت علی که نماینده رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه بود، خبردار شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ادای حج به سمت مکه حرکت کرده. حضرت علی رضی الله عنه و جمعی از صحابه ای که در یمن بودند به سمت مکه حرکت کردند. در مسیر حجاج یمن که همراه حضرت علی رضی الله عنه بودند، اجازه خواستند که از غنایم جنگی و اموال زکوات و صدقاتی که از یمن می آوردن استفاده کنند که حضرت علی به هیچ عنوان اجازه نداد و حضرت علی نزدیکای مکه دید که قافله به هر صورت داره آروم آروم حرکت میکنه، به سرعت خود رو به مکه رسوندن. زمانی که به مکه رسیدن، قافله که حضرت علی اونها رو رها کرده بود از اموال غنایم استفاده کردن و بهره جستن. خیلی مختصر و کل قضیه، حضرت علی عصبانی میشه، لباس ها رو از تنشون در میاره و اونها شکایت میکنن، گلایه میکنن پیش حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. رسول خدا در اون فضای مکه که حجاج طائف، حجاج یمن، حجاج نجد و حجاج دیگر، حجاج سرزمین های بحرین و غیرویی که وجود داشتن در اون منطقه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هیچ صحبتی نمیکنه، در روز عرفه هیچ اشاره‌ای به این قضیه نمیکنه و این رو قضیه مسکوت میذاره. سیاست و دیپلماسی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو میرسونه که مدیریت فوق العاده داشتن و اجازه نمیدادن در اون شرایط قضیه را بحرانی تر بکنه. به هر صورت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سمت مدینه حرکت میکنه و جایی که فقط حجاج مدینه هستن، این محدوده صحرای وادی غدیر خم که اگر فیلمبردار لطف بکنه و به نحوی گوشه ای از این فضای بسیار سرسبز و پر از آب و علف رو نشون بده، اینجا وادی غدیر خمه، از نامش هم پیداست که غدیر خمه. حجاج اهل مدینه رسیدن، وقت نماز بود، از این فضای بسیار سرسبز برای استراحت استفاده میکردن. اونجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم متوجه شد که الان قراره که به مدینه برسه، اینجا باید قضیه مسکوت بشه. سر سفره و سر وقت استراحتی بود که نشسته بودن، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم معرفی کرد که من کنت مولا فهذا علی و مولا، اللهم والی من والا و عاد من عادا. همین حدیث تا این بخشش صحیح و ما بقی جائلان و وزاعان و دروغگویان به احادیث اضافه کردن که من حضرت علی دوست منه و من دوست حضرت علی هستم، بار اله دوست بدار کسی که علی رو دوست بدار و دشمن باش با کسی که با علی دشمنی بکنه. به هر صورت قضیه اینجا در روایات گفته میشه که فضای بیابان برهوت، بینندگان عزیز، این وادی غدیر خمه، بیابان برهوت
آیا شما جز آب و علف چیز دیگر اینجا میبینید؟ فضایی کاملا سرسبز، واقعا فضایی بی‌نظیر در صحرای شبه جزیره عربستان این گونه فضایی. گفتی میشه که فضا گرم و سوزان بود. خب در 28 اسفند بود، فضای کاملا زمستانی بود. پس همه اینها دروغی بوده که تا به امروز متاسفانه به مردم ارائه میدادن. اضافه بر اون گفتی میشه که در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله صدا زد که حجاج یمن بیایید، حجاج طائف بیایید، حجاج حجاز بیایید، حجاج فلان ها فلان جا بیایید. خب مسافت اینجا تا مکه که ما با اتومبیل پیمودیم نزدیک تقریبا یک ساعت و نیم ما در راه بودیم تا به این وادی قدیرخم رسیدیم. اگر قرار بود حجاج یمن بیان اینجا، حجاج طائف بیان اینجا، حداقل 3-4 رسول میکشید تا به اینجا بنیسیدن. بعد با رسول خدا صلی الله علیه و آله 24000 نفر می با رسول خدا با حضرت علی اینجا بیعت کردن. برای هر نفر بیعت با حضرت علی حداقل 1 دقیقه وقت میخواد، 30 ثانیه وقت میخواد. شما 124000 نفر ضرب 30 ثانیه بکنید چند میشه؟ حداقل ما 10-15 روز لازم داریم برای اینکه با حضرت علی بیعت صورت بگیره. همه اینها خرافات و جعلیاتی است که متاسفانه جائلان و وزاعان برای سوء استفاده از آثار و تاریخ اینها رو تراشیدن و اینها رو استفاده کردن برای اینکه مردم رو متاسفانه منحرف کنن از اعتقاد صحیح. بر صورت فضای این غدیر خم همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، آب‌هایی که در این غدیر خم هست مملو و عذابه، و چه آب‌هایی که واقعا آب گوارا و قابل نوشیدنی. من راحت میتونم در با وجودی که ما آب گوارا در اتومبیل همراه داریم، اما راحت میشه این آب رو نوشید و استفاده کرد. آبی واقعا گواراست. عجیبه برای شبه جزیره عربی که محدوده شورزار، خاکهای پر از نمک و شورزار، آب به این صورت شیرین باشه. خب اینجا اتراق و اردوی بوده برای همه قافله ها و کاروان های زیارتی، تجارتی، سیاحتی، و امروز حتی میشه استفاده. من جایی سوال برام تعجب میکنم، چرا خوندها باعث این همه دروغ میگفتن فضای بیابان برهوت بوده؟ خب فضا بهتر از این، من در عربستان این سفر که اومدم در عربستان نتونستم فضا به این زیبایی و این شادابی فضایی رو جایی رو پیدا کنم. ما امروز در تابستان هست، هوا بسیار در واقع بایستی امروز من که دارم با شما صحبت میکنم 28 یا 29 سپتامبر، یعنی تقریبا میتونیم بگیم اوایل مهر ماه ایران هست که برای خود محدوده عربستان فضای کاملا گرم و تابستانیه، اما اینجا فضای بسیار زیبایی است، فضایی است که انسان احساس میکنه میتونه راحت با همین آب بادی میاد، بادی زیبا و نسیم بهاری میاد اینجا. در حالی که غدیر خم، حادثه غدیر خم در 28 اسفند ماه رخ داد، یعنی در یک فصل زمستانی. من الان در تابستان دارم با شما صحبت میکنم، نه امروز که دارم با شما صحبت میکنم 16 ذی‌الحجه هست، یعنی دو روز بعد 18 ذی‌الحجه میشه عید غدیر خم به تعبیر روحانیون ایران، که البته غدیر خمی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد در واقع 28 اسفند بود، یعنی یک فصل کاملا زمستانی و فصل کاملا سرد بر این شرایطی که الان وجود داره. خب بعد سوال مطرح میشه، رسول خدا صلی الله علیه و آله چرا، اگر قضیه امامت حضرت علی این همه مهم بود، چرا به این دره واگذار کرد؟ مگر بهتر از این دره کنار کعبه بهتر از این نبود؟ مگر روز عرفه که همه حجاج یمن و طائف و غیره و غیره جمع بودن، اونجا چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله امامت حضرت علی بیان نکرد، واگذار کرد به اینجا؟ اما یک مطلب که اینها نمیخوان، روحانیون افراطی متاسفانه نمیخوان این رو به شما بینندگان عزیز ارائه بدم، و اون هم این که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شخصی کاملا حکیم، مدیر، دیپلمات بود. میدانست که قضیه‌ای که علیه حضرت علی رضی الله عنه رخ داده در طول مسیر یمن، این نبایستی خارج از محدوده و خارج از اون محیط طبیعی خودش گسترده تر بشه. الان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه ساکت شد، چون شایسته نیست، نیازی نیست اونها، و قرار نیست که مردم طائف و غیره از این جریان اختلاف با حضرت علی چیزی سر در بیارن. به همین خاطر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چیزی اونجا ارائه نفرمود و این رو واگذار کرد به قبل از این که به مدینه برسه، یعنی به این صحرای غدیر خم. به اینجا که رسید الان دیگه نبایست این خبر به مدینه برسه، چون خبر به مدینه نبایست شیوع پیدا کنه. اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این خبر را دفن کرد و این تعبیر من کنت مولا فهذا علی مولا نسبت به زید به کار برد، نسبت به دیگر صحابه به کار برد. خب به زید چی میگه؟ میگه یا زید انت مولای، ای زید تو مولای من هستی. واقعا لذت میبرم از این که از این آب زیبا و این آب گوارای غدیر خم استفاده کنم، به خصوص وقتی آخوندها تا حالا دروغ میگفتن که این صحرا بیابان برهود بود.
توصیه میکنم حتما اگر سفری به مکه یا مدینه داشتین حتما به اینجا گذری داشته باشین و اینجا را ببینید چقدر فضای سرسبز، فضای سرسبزیست. و خداوند، سنت خداوند بر اینه که دروغ دروغگویان را رو خواهد کرد و دروغگویان را رسوا خواهد کرد. تا حادثه دیگر و گذری بر مواقعی از مواقع تاریخی سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، خدا یار و نگهدارتون.